سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین عزیز و گرامی آراز نیوز تیوی. امروز با بخش دیگری از اخبار زاویه در خدمت شما عزیزان خواهم سرخط خبرها. رئیس دانشگاه تبریز: استقبال کم نظیر دانشجویان از رشته زبان ترکی در دانشگاه ها. تجمع اعتراضی فعالین و نویسندگان آذربایجانی در محل انتشارات تهرانی نیماش. واکنش نماینده مردم ارومیه به برخی حاشیه سازی ها در نمایشگاه کتاب ارومیه. تلف شدن هزاران پرنده در حاشیه دریاچه ارومیه به دلیل فاضلاب صنعتی. کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی آغاز شد. وزیر امور خارجه امارات: ایران در تضعیف امنیت منطقه لحظه ای درنگ نکرده است. گزارشگران بدون مرز سرکوب روزنامه نگاران را در ایران محکوم کرد. علنی شدن مخالفت خامنه ای در مورد حضور انتخاباتی احمدی نژاد. هشدار شهید الله فرانسه به ایران و روسیه: شریک جنایت جنگی در حلب معرفی می شوید. مشروع خبرها. محمد رضا پور محمدی رئیس دانشگاه تبریز در نشست فرمانده سپاه با رؤسای دانشگاه‌های تبریز اعلام کرد استقبال کم نظیری از رشته زبان ترکی آذربایجانی در دانشگاه‌ها صورت گرفته و امیدواریم مسائل مربوط به آذربایجان به صورت آکادمیک حل و فصل شده و خیابان‌ها به محل درگیری‌ها تبدیل نشود. لازم به ذکر است تا به امروز بیش از 100 نفر برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز ثبت نام کرده‌اند. در پی جعل نام استان آذربایجان غربی به استان ارومیه و ضرب و شتم خبرنگار ترک توسط مسئولین انتشارات شوونیستی نیماژ در نمایشگاه کتاب ارومیه، عصر روز گذشته جمعی از فعالین و نویسندگان آذربایجانی در جهت اعتراض به این امر در جلوی غرفه این انتشارات تهرانی جمع شده و اعتراضات خود را به این مسئله ابراز نمودند. این اعتراض مسالمت‌آمیز که تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت با جمع‌آوری غرفه مذکور و عذرخواهی انتشارات تهرانی نیماژ پایان گرفت. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در واکنش به اتفاقات اخیر نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی در پیامی نوشت هر کس که بخواهد از استان ارومیه و غیره دم بزند با برخورد شدید مردم غیور آذربایجان مواجه خواهد شد و همچون 19 مهر ماه 1359 آنها را زیر پا له خواهیم کرد. هر کس به آذربایجان به چشم چپ نگاه کند چشمش را در می آوریم. توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه کمیته حمایت از سرمایه گذاران آذربایجان غربی از تلف شدن هزاران پرنده در حاشیه دریاچه ارومیه به دلیل ورود فاضلاب صنعتی به دریاچه ارومیه خبر داد. حیدری درباره سازماندهی نشدن تصفیه خانه فاضلاب صنعتی ارومیه که موجب تحمیل خسارت‌های فراوان بر محیط زیست دریاچه ارومیه شده گفت سازماندهی نکردن تصفیه خانه فاضلاب ارومیه که همینک خروجی آن به بستر دریاچه ارومیه جریان دارد سبب تلف شدن تعداد زیادی از پرندگان حاشیه دریاچه ارومیه شده است. دیروز دوشنبه 5 مهر ماه 1395 کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور میهمانان داخلی و خارجی در شهرستان خوی آغاز شد. در مراسم آغازین مزار عارف نامی آذربایجان شمس تبریزی گلباران شد. خانم اسین چلبی 22 نواده مولانا و رئیس مؤسسه فرهنگی اکونیز از طرف ترکیه در مراسم گلباران مقبره شمس حضور داشت. خانم چلبی در این بزرگداشت گفت شمس تبریزی عارف بزرگی بود که توانست مولانا را شیفته خودش کند و تحول روحی عظیم در وی ایجاد کند. حسین سیبانی است فرماندار خوی نیز در این کنگره گفت پیش بینی شده بود همچون سالهای قبل برنامه‌های آواز و موسیقی و اجرای کنسرت در محل آرامگاه انجام شود که این برنامه‌ها به علت قرار گرفتن در آستانه ماه محرم لغو شدند. کنگره بین‌المللی شمس تبریزی از 4 تا 7 مهر ماه با حضور محققان و صاحب نظران داخلی و خارجی در مقبره شمس تبریزی در شهرستان خوی برگزار خواهد شد. شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در سخنان خود در جمع وزیران امور خارجه ملل متحد در نیویورک گفت کشورهای عربی منطقه امیدوار بودند با انعقاد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی
رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای عربی تغییر یابد، اما این گونه نشد. وزیر امور خارجه امارات با بیان اینکه ایران پس از انعقاد برجام حتی یک لحظه هم دست از بی‌ثبات کردن منطقه بر نداشته است، گفت سیاست‌های کشورگشایانه ایران را به یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد بی‌ثباتی در منطقه تبدیل کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، سرکوب روزنامه‌نگاران و تشدید سانسور رسانه‌ها و موج بازداشت فعالان رسانه‌ای را در ایران محکوم کرد. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد حسن روحانی، بار دیگر از رفتار حکومت ایران در زیر فشار گذاشتن رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران به شدت انتقاد کرد. لازم به ذکر است کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی بازگشایی 33 نشست شورای حقوق بشر از ایران به دلیل عدم همکاری این کشور با مکانیزم‌های حقوق بشری بین‌المللی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد انتقاد کرد. ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز از میان 180 کشور جهان در رده 169 قرار دارد. علی خامنه ای رهبر ایران در جلسه درس خارج فقه دیروز دوشنبه گفت آقایی آمده پیش من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح کشور به ایشان گفتم صلاح نمی دانیم شما در انتخابات شرکت کنید. یادآوری می شود منظور از این اظهارات خامنه ای محمود احمدی نژاد و حضور احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است. در روزهای گذشته شماری از اصولگرایان و نزدیکان احمدی نژاد خبر این دیدار را منتشر کرده و با آن واکنش نشان دادند. ژان مارک اورو وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه گذشته به روسیه و ایران هشدار داد که اگر موضع خود در سوریه را تغییر ندهند به عنوان شریک جنایات جنگی در حلب معرفی می شوند. همچنین فرانسوا دولاتر سفیر فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل لحظاتی پیش از برگزاری نشست اضطراری این شورا درباره سوریه با محکوم کردن جنایات جنگی در حلب گفت که این جنایات نمی تواند بدون مجازات باقی بماند و رژیم بشار اسد و متحدانش راه حل نظامی را در سوریه دنبال می کنند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه خود تاکید کرده رژیم بشار اسد به وضوح درگیری نظامی را انتخاب کرده، علارغم اینکه هر کس می داند که راه حلی جز سیاست برای بحران سوریه وجود ندارد. تا بخش دیگری از اخبار زاویه با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما عزیزان.